Move! بعد از حدود 15 سال دانیل کریگ با مجموعه جیمز باند خداحافظی کرد. حضور کریگ در نقش مأمور 007 تغییرات زیادی رو توی این فرانچایز ایجاد کرد، طوری که حالا میشه مجموعه فیلم‌های جیمز باند رو به قبل و بعد از کریگ تقسیم بندی کرد. توی این ویدیو قراره بریم سراغ این که چرا و چطور کریگ موفق شد این مجموعه رو اینطوری متحول کنه. سلام، من محمدم و خوش اومدیم به برنامه 1002 از کانال کافه سی. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم باید بگم که اگر فیلم زمانی برای مردن نیست، آخرین فیلم جیمز باند رو ندیدی، بهتره که همین الان رو کارت بالا کلیک کنی و بری سراغ ویدیویی که برات گذاشتم، چون این ویدیو قراره پر از اسپویلر باشه. وقتی فیلم رو دیدی برگرد بیا سراغ این ویدیو. I'm going to tell you a story about a man. His name was Bond. James Bond. 14 نوامبر 2006 سینمای لندن چهره جدیدی از مأمور 007 رو به نمایش گذاشتند. حالا دیگه دانیل کریگ جیمز باند بود. وقتی برای اولین بار کریگ به عنوان جیمز باند جدید معرفی شد، انتقادهای شدیدی ازش کردند، چون مثل قبلی‌ها قد بلند و خوش‌تیپ نبود، موی تیره نداشت، نسبتاً قد کوتاهی داشت، چشماش به شدت آبی بود، موهاش هم که به شدت بلوند. قبل از اکران کازینو رویال حتی کمپینایی شکل گرفت تا اکران فیلم تحریم بشه. اما وقتی به قول مخالفا جیمز بلاند روی پرده رفت، هم منتقدا و هم باندهای قبلی کلی ازش تعریف کردن و دانیل کریگ رو شبیه ترین شخصیت به داستانهای خالق مجموعه جیمز باند یعنی یان فلمینگ دونستن. کریگ توی کازینو رویال فقط خوب نبود، اون به یه جیمز باند فوق‌العاده تبدیل شد. یه آدمکش حرفه‌ای، میهن‌پرست واقعی و خونسرد با زخم‌های عمیق که زندگی و زنده بودن دل سردش کردن. انتخاب دانیل کریگ به عنوان بازیگر و نوشتن فیلمنامه‌های بعد از کازینو رویال ریسک بسیار بزرگی بود، چون دیگه قرار نبود از اون مأمور 007 اساطیری خبری باشه، مأموری که هیچ چیز نمیتونه از پا درش بیاره، مأموری که کاملا انعطاف‌پذیر رو از هر مخمصه‌ای جون سالم به در میبره، حتی بدون داشتن یه خراش کوچیک. عصر دانیل کریگ یه شمایل جدید از جیمز باند به ما نشون داد. اون کشتنهای مسخره و خوشمزه بازیهای لوس و الکی از بین رفت و جاش رو به اخمهای همیشگی و تحمل تراژدیهای سنگین و شکنجههای روحی و جسمی داد. حالا دیگه باند جدیتر از همیشه بود و رسمیتر و انسانیتر و زمینیتر. از یه طرف احساساتش زودتر جریحه‌دار میشد و از طرف دیگه میزان خشونتش هم بیشتر شده بود. توی دوران دانیل کریگ مأمور 007 میهن پرستر، وفادارتر و تشنه‌تر و بی‌رحم‌تر شد. انگار هیچ اراده‌ای واسه کم کردن میلش به کشتن وجود نداشت. قطعاً هر نسلی جیمز باند همدوره خودش رو می‌پسنده. از شان کانری با اون دیالوگ معروفش بگیر. باند. جیمز باند. تا پیرس برازنن با اون گجت‌های پیچیده‌اش. همشون واسه هم نسلای خودشون جذاب بودن. دانیل کریگ هم برای دوران ما همینطوره. اما یه چیزی در موردش هست که ظاهراً تونسته نظر مثبت همه نسل‌ها رو به خودش جلب کنه. یه جورایی انگار کریگ جیمز باند رو به کمال رسونده، کمالی که رسیدن بهش واقعاً سخته. چند دهه بازیگرا و نویسنده‌های مختلف سعی کردن تا بهترین جیمز باند رو روی پرده بفرستن، اما قرعه به نام قرن 21 افتاد، جایی که دانیل کریگ وارد میشه و توی 15 سال با 5 فیلم نسخه میپیچه که رو دستش وجود نداره. نیم باند. جیمز باند.
دیگه از تغییراتی که توی کاراکتر جیمز باند داشتیم که از زمان حضور دنیل کریگ اتفاق افتاده، کم شدن استفاده از ابزارهای جاسوسی بود. قبل از دوران کریگ این ابزار جزء شخصیت جیمز باند حساب می‌شد. اصلا انگار بدون اونا نمیتونست جیمز باند باشه. کریگ کمترین استفاده را از این ابزارا کرد. حتی با ابزارهای جدیدم ناآشنا بود. اما به جاش صحنه‌های اکشن و مبارزات تن به تن تونست جیمز باند متفاوت و جذاب‌تری رو معرفی کنه. اما چه بلایی سر معرفی جدیدترین و پیچیده‌ترین وسایل جاسوسی اومد. بالاخره جیمز باند رو به عنوان کسی که تکنولوژی‌های دور از زمانه خودمون رو معرفی می‌کنه می‌شناسیم. اینجاست که نقش کیو پررنگ‌تر میشه. توی عصر کریگ حضور کیو باعث شد بار معرفی وسایل جدید به عهده یک گیک و یه رفیق پایه بیفته. اون حالا وظیفه داشت تا تکنولوژی‌های جدید رو به ما و مأمور 207 معرفی کنه. Does it do anything? It tells the time. همون اندازه که تکنولوژی و وسایل جاسوسی فوق پیشرفته از شناسه‌های جیمز باند هست، رابطه با خانم‌ها هم یکی دیگه از مشخصات جیمز باند به حساب میاد. مثل همه باندها، جیمز باند با بازی دنیل کریگ توی 5 فیلمی که حضور داشت هیچ وقت از رابطه عاشقانه دوری نکرد. اما تفاوت اینجا بود که به جای صاحب شدن خانم‌ها و تظاهر کردن به اینکه اونا رو فتح کرده، اینجا کریگ وارد روابط عمیق و خیلی محدود شد. دیگه خبری از همخوابی با هر کاراکتر زنی که توی فیلم وجود داشت از مشخصه‌های جیمز باند نبود. اولین رابطه عمیق باند رو توی اولین فیلمش یعنی کازینو رویال میتونیم ببینیم. شخصیت وسپر لین با بازی اوا گرین توی این فیلم تونست یه جورای قاپ مأمور 207 رو بدوزه و کاری کنه تا باند حسابی عاشقش بشه. اما خب ظاهراً همیشه عشق اول قرار نیست شیرین باشه. باند با خیانت وسپر و بعدش هم مرگش ضربه روحی بدی خورد که خب زخمش تا پایان این قسمت هم همراهش بود. توی فیلم بعدی کوانتوم آف سالیس دیگه خبری از عشق و عاشقی نبود، ولی تا دلتون بخواد نفرت و انتقام توش موج میزد. توی اسکای فال هم جیمز باند دم به تله نداد. البته زوج بازیگری کریگ و خابیر باردن به قدری جذاب بود که انگار نیازی به داستان عاشقانه نبود. اسپکتر جاییه که جیمز باند قصه ما عاشق دکتر مدلین سوان میشه. هرچی فیلم جلوتر میره رابطه این دو نفر نزدیک و نزدیکتر میشه و خب توی زمانی برای مردن نیست، بالاخره میبینیم باند توی یه رابطه تونسته بمونه و همه چی آماده است واسه یه زندگی خوب و خوش که انفجار و توهم خیانت همه چی رو خراب میکنه. تا قبل از دوران دنیل کریگ فیلم‌های جیمز باند هر کدومشون یه داستان نسبتاً مستقلی داشتن و شما اگه فیلم‌های قبلی رو هم نمی‌دیدی چیزی رو از دست نمی‌دادی. با اومدن کریگ این سنت دیرینه شکسته شد و 5 فیلم جیمز باند مثل قسمت‌هایی از یک سریال روی پرده رفت. حالا دیگه 207 زخم‌های قدیمی داره و خاطراتش نقش مهمی توی رفتار و تصمیم‌هاش ایفا می‌کنن. خیلی چیزا رو نمیتونه فراموش کنه و ازشون بگذره. مثلا دانیل کریگ از کازینو رویال تا زمانی برای مردن نیست هنوز هم نتونسته با تراژدی از دست دادن وسپر لیند دست و پنجه نرم کنه، یا هنوز هم درگیر تشکیلات اسپکتره. تجربه تلخ عاطفیش با وسپر باعث میشه تا نتونه به مدلین سوان به راحتی اعتماد کنه. مجموعه شدن و مرتبط بودن فیلم‌های جیمز باند در دوران کریگ باعث شد تا پیگیری ها نسبت به فیلم بیشتر بشه و تماشاگر با واکنش های روحی 207 ارتباط برقرار کنه و اون واکنش ها رو بخشی از خاطرات ذهنی خودش بدونه. از طرفی جیمز باند از زمان کریگ آسیب پذیرتر نشون داده شد. اون چند بار شکنجه میشه. خون ریزی های جدی واسه اولین بار توی سری کریگ با 207 نمایش داده میشه. و خب هرچی جیمز باند به آدمای معمولی شبیه تر شد، محبوبیتش هم بین تماشاگرا بالا رفت. جیمز باند زمانه ما درست شبیه خود ماست. آدمی مملو از ترس‌ها، خیانت‌ها و شکست‌ها. این جیمز باند برخلاف بقیه خسته میشه. نقطه میرسه که دیگه توانی برای ادامه نداره و همین متفاوتش میکنه. اون خسته است از اینکه اینقدر عزیزترین نزدیکاش بهش خیانت کردن. یه صحنه توی فیلم زمانی برای مردن نیست وجود داره که این خستگی رو به وضوح بهمون نشون میده. جایی که باند متوجه میشه مدلین بهش خیانت کرده
اما بازم تلاش میکنه تا نجاتش بده. اونا سوار ماشین میشن و ناگهان توسط موزورا محاصره میشن. حالا توی ماشین زیر بار گلولن و هر لحظه ممکنه شیشه های ضد گلوله بیاد پایین. مدلین جیغ میزنه، گریه میکنه و التماس میکنه تا باند کاری کنه. اما باند بعد از اتفاقاتی که پشت سر گذاشته خسته است. بریده، دیگه توانی برای ادامه نداره و انگار داره تصمیم میگیره تا همینجا رو تبدیل کنه به نقطه پایان برای خودش و مدلین. این خستگی کریگ هست که اون رو با بقیه متفاوت میکنه. اینجا به ما این حس رو القا میکنه برای اینکه مأمور مخفی باهوش و دوست داشتنی بمونه، باید یه چیزی رو توی خودش بکشه. یه حسی که توی هیچ کدوم از باندایی که قبلا دیدیم وجود نداشت. چون جیمز باندهای قبلی یا سرگرم دختربازی بودن یا تکنولوژی پیچیده‌شون. این ارتباط بین 5 فیلم بار سنگینی از زخم‌ها و تصمیم‌ها رو روی دوشش گذاشته. اون فیلم به فیلم این بار رو با خودش هم کرد. انگار همه‌شون مثل یه سایه دنبالش بودن. دانیل کریگ به خوبی تونست هم متفاوت باشه و هم جذاب. اون فراتر از تصورات طرفداران جیمز باند ظاهر شد و تونست نظر منتقدا رو به خودش جلب کنه. شان کانری که اولین جیمز باند محسوب میشد در مورد کریگ گفته که اون یه انتخاب عالیه و پیشبینی کرده بود که قرار همه چی واقعی تر پیش بره. یا راجر مور که خودش قبلا توی 5 تا از مجموع فیلم های باند حضور داشته توی مصاحبه گفت که دانیل کریگ بهترین انتخاب برای نقش جیمز بانده. مرگ جیمز باند هم از اون اتفاقای جالب دوران کریگ بود که میشه گفت این فیلم مخصوص کریگ ساخته شده بود. 2007 توی فیلم آخر در اوج خشم، اوج عاطفه و اوج فداکاری قرار داره. واسه لحظاتی همه چیز رو از دست میده و بعد بهترین اتفاق زندگیش میفته و در آخر مجبور میشه برای نجات زندگی عزیزترینهاش زندگی خودش رو فدا کنه. توی فیلم زمانی برای مردن نیست، کریگ از همیشه آسیب پذیرتر، احساساتی تر و انسانی تره. از طرفی وقتی میفهمه که بچه دار شده زندگی امیدوار میشه، اما از طرف دیگه یه جورایی خسته شده از تمام زخمهای جسمی و روحی که بهش وارد شده. داستان به هم پیوسته دوران کریگ باعث شد تا زخمهاش عمیق‌تر بشه و خستگیش بیشتر خودشو نشون بده. حالا دوران دانیل کریگ مثل هیو جکمن با شکوه به پایان میرسه و ما باید با دوست داشتنی ترین جیمز باند تاریخ خداحافظی کنیم. To James. 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 دمتون گرم که مثل همیشه توی این ویدیو همراه من بودین. اگر با ویدیو حال کردین یادتون نره که حتما دکمه لایک رو بزنید، اینجوری هم خستگی من در میره، هم الگوریتم یوتیوب متوجه میشه و این ویدیو رو به باقی رفقا که طرفدار مجموعه فیلم های جیمز باند هستن نشون میده. And a lot of people here worked on 5 pictures with me, and I know there's a lot of things said about what I think about these films and all of those whatever, but I've loved every single second of these movies, and especially this one, because I've got up every morning and I've had the chance to work with you guys, and that has been one of the greatest honors of my life. So